سلام خدمت همه دوستای عزیزم علی خانقلی هستم از برنامه چی و میخوایم توی این ویدیو در مورد اینتنت ها که میشه ادامه بحث اکتیویتی ها صحبت کنیم یه ماشین مجازی یا ای وی دی روی انروید استودیومون درست کنیم و بریم ببینیم که با هم دیگه مراحلش چجوریه دو مدل اینتنت داره اونا هم میخوام معرفی بکنم خب بریم سراغ کد نویسی اول بهتون میگم قبل از کد نویسی بهتون میگم که اینتنت کلا یک ساختار ارسال پیامه پیام میتونه هر چیزی باشه میتونه یه آرایه باشه میتونه یه رشته باشه کلا اطلاعات و دیتا رو میتونه برای یه اکتیویتی دیگه بفرسته یعنی اگر شما بخواید مثلا چه میدونم نتیجه یه کاری رو از یه اکتیویتی به یه اکتیویتی دیگه بفرستین بعد از تنت استفاده کنی یعنی همینجوری علکی نمیشه این کارو کرد این تنت هم مثل اینه که شما یه جعبه داری توش مثلا یه سری چیزا میذاری میخوای بری یه خونه دیگه بازش کنی داری اساس کشی میکنی مثلا رو جعبه لیبل میزنی میگی آقا این مثلا وسایل اتاق مثلا منه اتاق علیه بعد میری اونور توی خونه جدید کلی جعبه هست وسایل اتاق خودتو میخوای میری اونی که روش برچسب اتاق علی داره رو پیدا میکنی باز میکنی وسایلی که توش بود رو برمیداری این ساختار این تنت یک سری مثلا یه سری میتونیم اینجوری تصور کنیم یه سری جعبه درست میکنه که روش اسم داره و شما میتونیم برین توی اکتیویتی مقصد جعبه که میخوایم رو باز کنیم اطلاعاتش رو ورداریم و حالا کاری که میخوایم باشه انجام بدیم البته این نکته دقیق‌تری هم بگم کار اصلی اینتنت ارسال پیام نیست اینتنت در حقیقت یک آبجکتیه که به سیستم اندروید به اندروید سیستم میفهمونه که الان باید کدوم کامپوننت اجرا بشه و اگه یادتون باشه گفتم اکتیویتی هم یه کامپوننته، یک کامپوننته یکی از اجزاییه که توی سیستم عامل اندروید روی اپلیکیشن ها اجرا میشه پس یعنی اینکه اینتنت که میفهمونه به سیستم ما به اندروید میفهمونه که آقا الان باید فلان اکتیویتی رو اجرا بکنی و خب توی قسمت کدزنی بهتون نشون میدم الان بریم که ببینیم چجوری میشه اول یه ساخت بعدش بریم سراغ اینتنت ها. قبل از هر چیز من اینو باید توی چند جلسه قبل ولی میخواستم که مقدار با خود اندروید استودیو کار بکنید دستون را بیفته و بعد بیایم یه ماشین مجازی درست کنیم. برای ماشین مجازی اولاً که وی بر باید روشن باشه و میایم روی این قسمت AVD Manager رو کلیک می‌کنیم. AVD مخفف اندروید Virtual دیوایس یا از اینجا یا از این قسمت دو تاش یکی فرق میکنه. برای ساختن یک دیوایس مجازی شما الان میتونید اسمارت واچ، اپل، تی، اندروید تی وی، یه دونه اندروید آتو یعنی یک ماشینی که سیستم اندروید اجرا میکنه یا بقیه گجت هایی که وجود داره و میتونه اندرویدش اجرا بشه رو توی این AVD ای بسازید. اخیرا هم سرعتش خیلی بهتر از قبل شده قبلا معمولا از جنی موشن استفاده میکردم ولی الان به نظر من همین ای خودش خوبه بعد گزینه کرییت virtual device رو بزنیم بعد میم اینجا میگم که میخوام پوشیدنی باشه گجت پوشیدنی باشه اتوموتیو تبلت فون تیوی کدوم باشه من فون میخوام مثلا گوشی پیکسل 4 XL رو میخوام انتخاب بکنم اینقدر اینچه و 560 DPI. پی اینا مشخصه هر گوشی هست اینایی که اینجا آرم گوگل پلی استور زده گوگل سرویس هم دارن که به نظرم خودتون سرچ بزنین که به چه درد میخوره ولی ما الان فعلا بدون گوگل سرویس رو چون با سرویس گوگل کاری نداریم اینجا میذاره نو سیستم ایمیج اویلیبل آرو کانکت تو اینترنت اینجا باید اینترنتتون وصل باشه و روی دکمه ریفرش کلیک کنید تا براتون لیست اندروید ها رو بیاره یا لیست اون API ها رو بیاره و یه سری چیزا هم نیاز داره که مثلا هکس ام نوشته اینجا نصب نیست میزنم این استالش بکنه این یه پکیج نرم افزاری برای سی های اینتل که میاد سریعتر باهاش میشه ای ویدیو اجرا کرد من مثلا میگم که دو گیگابایت برای این دیوایس مجازیم کنار بذاره و شروع کنم نصب کردن اینی که نصب شد بعد میرم اون اندرویدی که میخوام رو گوشی سوار بشه رو دانلود میکنم نکته مهمی که هست توی این قسمتی که اندروید هستن اینجا که الان نمیاد رو همین تیک انظورمه مثلا ریلیز نیم آر اندروید آر اندروید اورئو اندروید, 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 اندروید نقاط نگات حالا مارشمالو اینا هر کدومو دانلود کنی فقط یه بار دانلود می‌کنی و هر گوشی که بخوای می‌تونی با این اندروید بسازی مثلا یه بار اندروید آر رو تولید دانلود می‌کنین ای پی آی لول رو که میشه اندروید 11 و بعد هر گوشی بخوای اندروید 11 روش بشه دیگه نیاز به دانلود اندروید 11 نیست همه اندروید رو برای اون گوشی استفاده می‌کنه فقط مشخصات ظاهری تلفن و موبایل فرق می‌کنه یعنی کار خیلی راحت کرده به نظر هر کدومش هم هولوش 300 400 مگابایت باید باشه حالا من اینا رو نصب هکس ام تموم شد مثلا میام اندروید ده رو میگم که دانلود بکن اکسپت رو میزنم و منتظر میمونم که دانلود تموم بشه و نصب انجام بشه تا بتونم از این API ای آی لول که میشه API آی, آی لیول 29 روی اون گوشه پیکسلی که خواستم بسازم استفاده بکنم این میشه یک ماشین مجازی توی اندروید که شما میتونید اپلیکیشن رو بدون استفاده از گوشی موبایل توی همین محیط برنامه‌نویسی اندروید استودیو تست بکنید حالا اینکه چه کار میکنم جلوتر با هم می‌بینیم. حتی یه کم اشتباه گفتم الان یک و یک دام گیگابایت داره دانلود میکنه کلا اگه میخواین اولین بار روی اندروید رو نصب میکنین قید یه چنگی حجمو بزنین که بعدا حالا مثلا مشکل حجم رو نخورین یه چنگی بذارین براش کنار چون دانلود اولیه شاید شاید مثلا بگم تا 5 گیگ برسه خب دانلود تموم شد الان اندروید کیو رو میبینید که اینجا جلوش یک تیک دانلود رفت و من میتونم با استفاده از این اندروید کیو حدود یک و صد، یک 1 گیگابایت و مگ دانلود کرد و میرم جلو اسم میتونم اینجا مشخص کنم میذارم خودش بمونه اینا رو زیاد دست نمیذارم میذارم تو هم حالت پورتریت هم بمونه دیفالت اورینتیشنش میشه این رو تغییر داد توی موقع اجرا و گرافیک هم میذارم اتوماتیک اصلا زیاد به اینجا کار ندارم فینیش رو میزنم و میبینیم که اینجا یه گوشی برای من ساخته شد حالا اگر من روی دکمه پلی یا دکمه ران یا روی کلید شیفت به علاوه کلیک بکنم می‌بینید که اینجا پیکسل 4 انتخاب شده توی این لیست ران رو که میزنم الان یه دونه ماشین مجازی یعنی اون گوشه مجازی برای من بالا میاد ها دقیقا هم شبیه خود گوشیه و این اپلیکیشنی که ساختم روش اجرا میشه که بعد کنیم کنیم گوشی بوت کنه و بالا بیاد اما میخوام الان به بحث اون اینتنتی که گفتم بپردازم ببینید اپلیکیشن وقتی که بالا میاد یکی از اکتیویتی ها رو به صورت دیفالت نشون میده به این مرحله اولیه ای, ای ویدیو رو بزنید تایی بکنه و خب این پایین توی قسمت Gradle Build Running یا اینجا داره به میگه که داره چه کار اتفاق میفته اگه اروری داشته باشیم اینجا میگه که بیلد موفق بود و الان روی ای ویدیو مون باید داشته باشیم برنامه چه اکتیویتی تست نام علی خان اینجا نوشته ای باتر. خب این کدوم اکتیویتی فکر کنم اکتیویتی مین ما بود تو اومدیم این شکلی طراحیش کردیم بله دقیقاً اکتیویتی مینه این اپلیکیشن وقتی اجرا شد سیستم عامل اندروید از کجا فهمید که باید اکتیویتی مین رو اجرا بکنه اینجا میرسیم به بحث اینتنت ها پس دو تا کاربرد داره اینتنت توی اپلیکیشن مهمترینش اینه که به سیستم و اندروید میفهمونه که الان کدوم کامپوننت باید اجرا بشه اینی که کدوم کامپوننت باید اجرا بشه و اصلا چه کامپوننت های توی اپلیکیشن ما هست رو ما باید بیایم تعریف کنیم کجا اگه باشه جلسه اول راجبه چیزی صحبت کردیم به یه فایلی بود به اسم منیفست که دوتا اینتنت فیلتر داشت من گفتم اینا رو براتون توضیح میدم بعدا خب یکی نکته مهم که هست قبل از اینا باید بحث اکتیویتی تکمیل کنم یکی که هر اکتیویتی که ما میسازیم باید به این شکل یه اکتیویتی اسم اکتیویتیمون مون. اکتیویتی تست دو و یه تگ اکتیویتی بسته این یه خط رو میبینین باید به این شکل تعریف بشه توی فایل منیفست حالا اگر ما با استفاده از اون روش اتوماتیک یعنی نیو و اکتیویتی اکتیویتی بسازیم خودش این کارا رو میکنه ناکن این اکتیویتی تست دو رو با این روش ساختیم ولی این هند مید اکتیویتی من خودم ساختم میبینید که اثری از اینجا نیست برای همین میام اون رو هم اینجا معرفی میکنم یعنی میگم که یه نه این خط کپی کن برام با کنترول دی کپی رو انجام میده البته روی خط وایس هم کنترل دی رو بزنم خودش کپی رو انجام میده خودیکش یکیشو انجام یکیشو پاک میکنم اینجا باید اسم اکتیویتی هند می دوباره کنم همین دات اولش رو میذارم بمونه هند می اکتیویتی الان این اکتیویتی هم به اپلیکیشن من معرفی شد و الان دیگه اپلیکیشن موقع اجرا تازه میفهمه که یه کامپوننت دیگه داره به اسم هند می اکتیویتی حالا کجاش بفهمونم که کدوم کامپوننت اول باید اجرا بشه اینجا اینتنت وجود میاد ببینید اینجا هم یه اکتیویتی تعریف کردیم به اسم اکتیویتی مین اکتیویتی و تگ بستش اینجاست داخلش یه اینتنت فیلتر قرار گرفته که به کام... که سیستم عامل اندروید میفهمونه این کامپوننت این اکتیویتی اکتیویتی مینه من اگر اینتنت فیلتر رو توی هر کدوم از این اکتیویتی ها بذارم مثلا تو اکتیویتی تست دو میذارمش الان موقع اجرا اکتیویتی تست دو به عنوان اکتیویتی اصلی نمایش داده میشه نگاه من اینجا میذارم که یه بار استاپ دوباره ران کنه نرم افزار رو اکتیویتی تست بالا اومد که توش هم هیچی نداشتیم ما بذاریم اکتیویتی تست دو هیچ چیزی تو صفحش نیست حالا میتونیم مثلا بیام یه دونه چی اضافه کنیم یه دونه text اضافه کنم که مچ پرنت یعنی اندازه اون پهناش اندازه والدش باشه و ارتفاعش به اندازه کانتنت رپ کانتنت باشه و این رو میبندم میگم که تکستش چی باشه اینو میتون از اون دیزاینم خودتون کار بکنیم و اضافه کنیم که یاد بگیریم کاراشو تکستش رو میگم بذاریم اکتیویتی تست دو این اتریبیوت هایی که اینجا میتونیم معرفی کنین رو باید خودتون برین یاد بگیرین و آه چون کانسترنیت هاشو رو شخص نکردیم اینجا کانسترن لایت من این رو حالا به خاطر اینکه با کانسترن لایت که یکی از مباحث جدید اندروید زیاد تغییر نشین میذارم یه فریم لایت ساده باشه و تکست ویدیو کانسترن یا قید نمیخواد و میگم که گراویتیش سنتر باشه این لایت گرویتی هم میتونه رو مشخص کنه من راجع به زیاد توضیح نمیدم که خودتون برین یه مقداری مطالعه بکنین و سایز تک سایز هم میزنم 18 اسپی و توی پروژه شاید با چند تاشون آشنا بشه خب یه بار دیگه میزنم اجرا کنید که ببینیم اکتیویتی تست دو بالا اومده یا نه البته اینجا مشخصه ولی ببین اکتیویتی تست دو الان بالا اومد تستش هم اشتباه نوشتم حالا خب مسئله مهم این بود که این اینتنت میفهمونه به کدوم اکتیویتی باید اول باشه من این هم میذارم تو اکتیویتی مین به این بین, بین تگ باز اکتیویتی مین و تگ بسته اکتیویتی مین اینتنت فیلتر اونجا باشه که بفهمه که این اپلیکیشن این کامپوننت کامپوننت اصلی ماست خواستین اینجا هم برنامه‌تون از اجرا متوقف بشه کنترل F2 یا این دکمه قرمز استاپ رو میزنین و اپلیکیشن بسته میشه حالا کاری که میخوام بکنم الان با اندروید منیفست کاری نداریم اکتیویتی هم رو تعریف کردیم یک کاری با اینتنت میشه انجام داد ما دو مدل اینتنت داریم یکی اینتنت های ایمپلیسیت یکی هم اینتنت های اکسپلیسیت اینتنت های اکسپلیسیت اینتنت صریح بهش میگن یعنی سراحتا توی اون اینتنت ما ذکر میکنیم که مثلا کاری که میخوام انجام بدم رو بده فلان کامپوننت انجام بده یعنی مثلا میخوام یه عکس نمایش بدم یه اکتیویتی دارم که مربوط به نمایش عکس توی اپلیکیشن خودمه یعنی تو اپلیکیشن دیگه نیست اکسپلیسیت فقط داخل اپلیکیشن خودت استفاده میشه میگم که جناب سیستم عامل اندروید این اینتنت رو باز کن منو ببر به اون اکتیویتی این عکسی که اینجا میگم و نشون بده یعنی اینتنت باز میشه اکتیویتی نمایش عکس که یه اکتیویتی مشخصه باز میشه و اون اطلاعات عکس هم بهش ارسال میشه یعنی هم پیامو میفرستم هم یه کامپوننت جدید با اینتنت باز میکنم یه سری اینتنت دیگه داریم به اسم اینتنت ایمپلیسیت یعنی اینتنت های ضمنی که اینا برای برای این استفاده میشن که یه کاریو بدین یه اپلیکیشن دیگه انجام بده مثلا چی مثلا بعض وقتا ما روی یه فایلی مثلا فایل ویدیو کلیک کلیک می‌کنیم توی فایل منیجر فایل منیجر نمیتونه ویدیو رو باز کنه روش که کلیک می‌کنیم یه سری لیست اپلیکیشن پایین میاد میگه که کدومو میخوای انتخاب کنم که باز کنه یا اصلا اون از شیر رو که می‌زنیم بعضی وقتا مثلا یه چیزی میخوایم شیر کنیم چند تا گزینه میاد میگه شیر از طریق واتساپ از طریق تلگرام فلان اینجا از اینتنت زمینی استفاده شده اینترنت زمینی این شکلی کار میکنه که میگه یه کاری هست خب مثلا یک تسکی میخواد انجام بشه کدوم کامپوننت از کدوم اپلیکیشن این یعنی برای اپلیکیشن خارجی کدوم کامپوننت از کدوم اپلیکیشن میتونه اینو اجرا بکنه بسم الله هر کی میتونه بیاد بالا این شکلی اینتنت ایمپرس نیه یعنی نمیگه فلانی تو انجام بده میگه هر کی میتونه بسم الله یعنی همچین شکلی داره و این تفاوتشونه من نمیخوام راجع به تو اکسپلیسیت صحبت کنم فقط میخوام الان اینجا ارسال پیام بین دو تا اکتیویتی یعنی یک نوع اینتنت اکسپلیسیت سریح. ارسال پیام بین دو تا اکتیویتی با اینترنت اجرا بکنیم و بقیه‌اش میمونه برای دوره‌های پیشرفته‌تر خب فرض کنیم که من الان توی اکتیویتی مینم اینجا بیام یک مقدار ویو ها کار بکنیم یه تکست ویو دارم که نمیشه برنامه چی اکتیویتی تست یه دارم خب باتنم قید شو واسه می‌کنم به این که بیاد وسط این کانسترن لایوت و این برنامه چی اکتیویتی تست رو به جای تکست ویو ادیت تکست یک کادر یا فیلدی که تکست رو از من دریافت می‌کنه می‌خوام چیکار کنم میخوام کاربر اینجا یک متنی وارد بکنه و وقتی که روش کلیک کرد ما بریم به اکتیویتی تست دو و توی این تکس ویوی که اینجا هستش نمایشش بدیم پس اول میام رو اکتیویتی مین کار میکنم الان من این متنی که توشه اینجا چون تکس ویو بود پاک میکنم و وقتی که هینت میزنی من میتونم اینجا بگم اد ت... اد تکسیه رو به عنوان جانگهدار این فایل اینپوت وارد کردم که اینپوت کوچولو نشه و یه باتن هم داریم برای هر کدوم آیدی وارد میکنم آیدی رو باید عوض کنیم بزنیم که main edit text یا et و خب کانسترین این از بین رفت و یه بار دیگه و باتن رو هم میگیم که send باتن که اگه دوباره کانسترینش از بین نره خوبه send باتن یا btn معمولا میذارن send btn id دادیم بهشون برای اینکه میخوام الان برم تو فایل جاوام اینا رو یکی دریافت بکنم و روشون کار بکنم بگم که مثلا این کلیک شد فلان بکن. خب حالا میام تو فایل اکتیویتی من الان یه دونه ادیت تکست دارم توی لایوت هم یه دونه باتن دارم بعد اینا رو بیام توی مین اکتیویتی دریافت بکنم اینجا قبلا یه دونه دریافت کرده بودیم که الان نیازش نداریم چون عوضش کردیم از اول میریم برای دریافت کردن من باید یه متغیر از جنس اون ویوی که میخوام داشته باشم یعنی الان یه دونه ادیت تکست دارم یه باتن دو تا متغیر میخوام یکی از جنس باتن یکی از جنس ادیت تکست جنس اینش یعنی که از نوع کلاس ادیت تکست یه کلاسن توی اندروید و اینا رو که دریافت کردم یه دو تا متغیر خالی میسازم بعد میام توی آن کرییت مقدار دهی اولیش میکنم چون اگه این کارو نکنم به ارور میخورم ببینیم الان میام میگم که یه متود پرای... یک متغیر پرایوت برای من بساز از نوع چی ادیت تکست و اسمشو بذار مین ایتی باتن هم داریم اونم میام اینجا پرایوت باتن و سنت ایتی خب حالا الان این دو تا متغیر ساختیم ولی خالی هن. مقداری ندارم بعد به اصطلاح اینیشیالایز یه مقدار دهی اولی بشن که معمولا تو متد آن میایم متغیرهای خودمون رو اینیشیالایز میکنیم به اینا هم میگن اینستنس یبل یعنی وقتی که خارج از متد خاصی توی خود کلاس به صورت توی روت کلاس تعریف میشن اینا توی همه ای متدها قابل دسترسی هستند و به خاطر همین ما اومدیم اینجا تعریفشون کردیم خودتون راجع به اینستنس یبل ها یک جستجو بزنید و ببینید که فرقش چیه آنچنان فرق نداره ولی فقط دسترسی دارید بهش توی کلی کلاستون در هر صورت متغیره خب معلوم میام اینجا مین باتن رو مین it رو میگم که بیا از این متد به اسم فایند ویو بای آی دی بعد استفاده کنیم فایند ویو بای آی و اینجا میاد میگه که از توی اون آی دی که بهش دادیم یادتونه مین it. ای اینجا الان گفت که برو تو لایوت بگرد اونی که آی دیش توی ریسورس ها ببین ار دات توی ریسورس ها هر کدوم از اون کامپوننت ها، هر کدوم از اون ویو ها ایدیش مین بیار بریز توی متغیره یعنی الان دیگه به هم دیگه وصلن الان من دیگه هر جا از مین ایتی استفاده کنم انگار دارم از همون ویوی که توی فایل لایوت استفاده میکنم اینجا ارتباطشون برقرار میشه با هم و دیگه مین ایتی از این به بعد خالی نیست و میام سند باتن این هم برش همین کار رو میکنم find vy dot id dot یه تیکه از اسمشو بنویسم کاملش برام میگرم و خب الان ما این دو تا متغیر رو مقدار دهی اولیه کردیم ما یه ادیت تکست داریم اینجا که کارا میتونه توش تکست وارد بکنه به اسم مین ایتی و یه سند باتن میخوام یه کاری بکنم طرف روی سند باتن که کلیک کرد اون مقدار رشته ای که وارد مین ایتی شده رو بفرستم به یه اکتیویتی دیگه که اونجا نشون داده بشه اکتیویتی تست دو حالا بعد بیاره این کار بیام بگم که یک چیزی یک م... متدی رو روی سند باتن این دکمه سند باتنمون صدا بزنم به اسم آن کلیک لیسنر و میخوام این کار رو توی آن رزیوم انجام بدم متودش رو میسازم میان میگم, میگم که سند باتن رو بیا دات میزنم و set آن کلیک لیسنر این متد رو اجرا میکنم دقت کنید این بالا یه دونه دیالوگ باز شده میشه آن کلیک لیسنر آی یعنی این متد نیاز داره که یک object از نوع آن کلیک لیسنر بهش داده بشه اینو شاید الان براتون مقداری گیج کننده باشه ولی به نظرم یاد بگیرین که چجوری آن کلیک لیسنر رو ست میکنن و بعدا راجع به آبجکت و اینا خودش خود به خود براتون جا میفته اینکه چه جوری با متدا کار میکنه یه دونه کلاس از خودش روش میدم آن کلیک لیسنر این اتفاق میفته بعد این شکلی کار کن یعنی نیو می نویسیم و یه دونه آن کلیک لیسنر با او بزرگ یعنی از اینترفیس آن کلیک لیسنر می استفاده میکنیم و حق میدم اگر یه مقداری الان اینجا پیچیده باشه براتون ولی این کارو بکنین و این شکلی میشه اینجوری هم راحت تره. اینجا بعد اون کدای رو که میخوایم اتفاق بیفته وقتی که روی سند باتن کلیک میشه رو بعد اینجا بنویسیم ما میخوایم چه اتفاق بیفته میخوایم یه اینتنت بسازیم مقدار main ایتی رو بگیریم و بفرستیم برای اکتیویتی تست 2 خب میام تو این آن کلیکه میگم که یه متد داریم به اسم سند دیتا تو انادر تو اکتیویتی تو انادر اکتیویتی متد خودم میخوام بسازم هنوز سریفش نکردم و میام اینجا التو کنترل التو اینتر رو می زنم و کریت متد تو مین اکتیویتی متد اونجا برام ساخت و حروف بزرگ کوچیک دقت بکنین اینجا میام از اینتنت استفاده میکنم کلاس اینتنت رو مینویسم اینتنت اینتنت مساوی نیو اینتنت و مقصد رو میگم دیس یعنی این اکتیویتی و مبدا میشه اکتیویتی تست دو دات کلاس حالا اینتنت سریع ما ساخته شد ما گفتیم از این اکتیویتی که پکیج کانتکست ما همینه میخوام بریم به اکتیویتی تست دو و یک سری پیام رو میخوام بفرستیم برای قاطی کردن یعنی گذاشتن پیام توی اینتنت و از این کنیم از اینتنتی که خودمون ساختیم مینویسیم دات پوت اکسترا ما میخوایم یه استرینگ بفرستیم براش حالا استرینگ کجا باید دریافت کنیم بعد اینجا که آن کلیک کلیک میکنه بگیم که مقدار سند دات گت این مقدار مقدار متنی که داخل سند باتن هست و برای ما دریافت میکنه و اما اینجا یه دونه استرینگ استرینگ و تکست یه استرینگ تکست تعریف میکنه این ساختار متدای جاوا که باید یاد گرفته باشه حالا اینجا من نمیدونم الان ارورش چیه آمی کار سیکونسه باید تو استرینگ فکر کنم بزنیم آخرش اینکه کستش بکنیم به استرین الان درست شد و الان تو پوت اکسترا باید یک ساختار کی ولیو بدیم یعنی برچسب بزنیم روی کارتون داخلش چه چیزا بریزیم برچسبه میشه چی میگیم که اینو باید یه جا حتما بنویسیم main activity main اینجوری text تکست و مقداری که میخوایم بریزیم خود اون تکست است این شکلی الان ما یه دونه اکسترا یه دونه با متد پوت اکسترا میشه یه چیزی چپون توی اون اینتنته ما الان اینو چپوندیم تو اینتنت برچسب بگیر اون اون کارتونو گفتم موقع کشی اینه این اکتیویتی تکست بگیم تو این هست و محتوا که تو جعبه است تکسته به ساختار کی ولی و حالا برای اینکه اینتنت به سیستم به اینکه اکتیویتی بعدی اجرا کن باید به از یه متد استفاده کن به اسم استارت اکتیویتی و همین که ورودی اینتنت میگیره حالا این که ساختیم رو به این به عنوان ورودی میدیم الان با این معماری با این طوری که ما چیدیم وقتی که روی دکمه سند باتن کلیک شه مقدار مین ایتی فرستاده میشه برای اکتیویتی تکست برای اکتیویتی تست دو حالا چیکار کنیم بریم تو اکتیویتی تست دو اونجا این اینتنت رو دریافت بکنیم حالا میریم سراغ اکتیویتی تست دو اول اصلا ما اینجا یه دونه اکتیویتی تست داریم ID براش معرفی مشخص میکنیم که توی کد جواب بتونیم دریافتش کنیم آی دی به شایدی میدیم میگیم می که تست تی وی ویو تست و حالا با این اکتیویتی اینو کاری نداریم میگیم توی کدش اکتیویتی تست دو اینجا همون اینستنس ورگیبل رو میسازیم پرایوت تکست ویو و به اسم تست تی و اینجا میام مقدار اولیش میکنم میگم که ار دات و اینجا از بیام اینتنت رو دریافت کنم چه جوری این کارو میکنم؟ گفتم که اول مرحله جر اکتیویتی میگذره اون کریتر پس بهتر که تو همین مرحله ما بیام اینتنت رو دریافت کنیم واسه بعد همینجوری دریافتش انجام دادن این از کلاس اینتنت میگم که یه اینتنت داریم اینجا و از این متد به اسم گت اینتنت استفاده میکنم که اون اینتنتی که باعث شده این اکتیویتی اجرا بشه رو دریافت کنه اگرم جای اینجوری دیدین قرمز زیرش خط کشید یه alt و اینتر روش بزنین کلاسش رو ایمپورت میکنه این بالا تو این ایمپورت ها نکنین الان content.intent رو اومد خودش ایمپورت کرد و دیگه الان مشکلش حل میشه من الان intent رو توی این دارم و میخوام یک رشته ازش تعریف بکنم حالا بعد یه تغییر از نوع استرینگ اینجا بسازم به اسم text اون text رو میخوام از intent بگیرم میام اینجا بعد از اینکه intent رو دریافت کردم میگم که text رو بیا مساوی این مقدار قرار بده intent.getExtra و اون کلید چیزی که بهش توی مین اکتیویتی رو کپیش کنم بیارم اینجا دوباره بنویسمش دقت کنید این دو تا حتما باید کی باشن و اگه وقت بخ... یه ذره اشتباه چیزی که می‌خواید رو دریافت نمی‌کنید البته ببخشید اینجا چون ما استرینگ داریم بعد اینجا بزنم get string اکسترا اینو حواسم نبود و الان یک استرینگ می‌گیره میرزه توی متغیر تکست حالا کاری که ما می‌خوایم بکنیم چیه اینه که میتونیم بگیم بیا تست تی رو یعنی اون تکس ویومون رو مقداری که توش نمایش داده میشه اون تکستی که توش نمایش میشه رو با ست تکست میتونیم تغییر بدیم بیایم بگیم که این تکست رو توی اون نمایش بدیم با این کار ما الان یعنی الان کدمون آماده است یه اینتنت ساختیم یه پیام مرسال کردیم از این اکتیویتی به اکتیویتی دوم حالا میریم اپلیکیشن رو اجرا میکنیم و اول مطمئن شم که روی این اکتیویتی اینتنتمون درست میذارم اپلیکیشن ران بشه اگر رو نده که نداد خب اد تکست اینجا میزنم. چی میزنم برنامه چی اکتیویتی اکتیویتیش هم بزرگ شد اشکال نداره روی این دکمه کلیک کنم باید اکتیویتی جدید اجرا بشه و این مقدار توش نمایش داده بشه نمایش داده نشد خب پس ما اینجا ای ارور داشتیم حالا من برای اینکه دیباگش بکنم میام میبینم که حس میکنم اینجا از این متد نباید استفاده میکردیم متد string.valueof فکر کنم از این روش برای گرفتن استرینگ استفاده کنیم راه بهتری باشه حالا یه بار دیگه تست می‌کنیم دوباره برنامه چی خالی می‌نویسم و درست شد مشکل دفعه اولی که اجرا کردیم این بود که ما اینجا وقتی رو send data کلیک می‌کنیم مقدار درست این edit text، یعنی اون input text اولی رو نمی گرفت. این متد گت تکست بهتون میگم اول یک کار سیکونس برمیگردونه استرینگ برنمیگردونه یک رشته از کاراکتر برمیگردونه برای اینکه تبدیلش کنیم به استرینگ باید از کلاس استرینگ یه متد در اسم ولیو از این استفاده کنیم و اون کارمون درست میشه حالا برای اطمینان مجدد من دوباره اجازه میکنم و میزنم اینجا برنامه چی اکتیویتی و توی اکتیویتی دوم برنامه چی اکتیویتی نشون داده باشه و میبینی تو اکتیویتی تست یک اکتیویتی جدید برای ما شد این بود کلا ساختار اینتنت ها و چیزی که باید یاد میگرفتیم اگر سوال داریم بپرسین حتما و تا ویدیوهای بعدی بریم سراغ خود فرگمنت ها و با یک دیگه از کامپوننت های باحال انرو داشته باشیم